خب دوستان عزیز، باز هم همراه میشیم با همکارم مسعود و نگاهی میکنیم به موضوعات طنزی که در رسانه‌های حکومتی بوده. خواهش میکنم مسعود. بله، اجازه بدیم با دو تیتر از یک روزنامه شروع کنم. در صفحه اول روزنامه حکومتی خراسان 15 فروردین دو تا تیتر جلب توجه میکرد. اولی نوشته بود ردپای برخی مسئولان در موقوف خاری 5000 هکتار، و دومی تیتر نوشته کوخخاری در ییلاقات مشهد. خب فهمیدیم که ردپای برخی مسئولان و نه خودشون در موقوف خاری پیدا شده، اما در مورد کوخخاران هیچ ردپایی یا رد دستی و کلا ردی دیده نشده. حالا نمیدونم به خاطر اینه که خیلی تمیز کار میکنن یا اینکه روابطشون با ردیاب‌ها خیلی حسن است. به هر حال داستان آزادی کوخاران و همه چیز خاران نجومی و گیر افتادن سارقان خردپا که به خاطر تامین نون شبشون دستگیر میشن در خود رژیم هم موضوع طنز قرار گرفته. این یک نمونه رو با هم ببین. من امشب اومدم اینجا تو برنامه شما ثابت کنم که اون چیزی که شما در مورد من فکر میکنید من اون نیستم. شما به من میگید دزد، ولی من دزد نیستم. کریم جان اینو چجوری توجیه میکنی؟ این همه دوربینای مداربسته در سطح شهر، این همه دزدگیر ماشین، دزدگیر نمیدونم طلا فروشی، مغازه های مختلف، اینا باعثش کی بوده؟ باعثش من بودم، من و دوستام. این همه کلیدسازی در سطح شهر، کارخونه های تولید قفل فرمان، قفل نمیدونم مغازه خونه، همه اینا باعثش کی بوده؟ من. این همه نردهایی که شما ببینید، این همه دربای آکاردئونی که ضد سرقته، همه باعثش من بودم. من حتی ایجاد شغل مستقیم کردم. ببینید نگهبانایی که شما ببینید در جاهای مختلف هستن، جلو در بیمارستان، شرکت ها. اینجوری که شما میگی یعنی اونا که دزدی های بزرگتری انجام میدن، صرفا دکل میدزدن، اختلاس های میلیاردی انجام میدن، کار ندارید. اینا آدم های شریفتری هستن و برای جامعه مفیدترن. آقای علی جان، شاید اونا دارن ارز از کشور ما خارج میکنن. اونا ایجاد شغل نکردن. اون وقت شما و امثال شما دارین به من توهین میکنین. اسمای اونا اینقدر با کلاس، دالزال، ریزه، دزدی کرده، سینشین، دکل رو برده، بعد به من میگی کریم؟ حتی به من کریم آقا نمیگی. چقدر توهین. شرمنده شدم. شاید خیلی از بیننده هامونم این حس رو داشته باشن. ازت میخوام که بگی از دولت، از مسئولین، از مردم چه انتظاراتی داری؟ خواستت چیه؟ از مردم میخوام که اگه من به همکارانم را در حین انجام کار، انجام این مسئولیت دارم میبینم، نگن آی دزدا بگیرید، آی دزدا بگیرید، بگن آی کارآفرین برتر رو بگیرید، آی کارآفرین برتر رو بگیرید. بله واقعا در رژیم دزدای خردپا نه تنها کارآفرین های برتر هستند، بلکه منبع درآمد سرشاری برای نیروهای انتظامی هم هستند. خب با دو تا تیتر طنزآمیز شروع کردیم، خب با یک تیتر و یه تابلو هم تموم کنیم. روزنامه حکومتی آفتاب یزد 15 اسفند نوشته امام جمعه براز جان فشارخون و مرگ ناگهانی از ضررهای موسیقی است. و ما تابلوی مربوط میشه به تابلوی شورای زکات شهرستان اندیکا. اینو با هم دیگه ببینید. نوشته هرگاه زکات پرداخت نشود چهارپایان میبینن شورای زکات شهرستان اندیکا. خب دوستان عزیز، این بود از مطالب طنزی که از روزنامه‌های حکومتی واسه شما انتخاب کرده بودیم. با تشکر از شما. خیلی متشکرم مسعود از مطالبی که جمع‌آوری کردی و ارائه دادی.